میتونم که بگم کار رسمن آقای سیمون و بقیه کارماشون در یک قسمتی از این کتابی که در موزه رسمن کوپر موجود میباشه برای تهیه دوستان. این اکچولی نقاشی هستش تو این صفحه. اگه چنانچه این کتاب رو مایل میخواییم خریدارش بکنیم یا داشته باشیم میتونیم به موزه رسمن کوپر تشریف ببریم یا با سیکب آقای کنمایی تماس بگیرید، ایشون برای شما برنامه‌ریزیش رو انجام خواهند داد. من الان دعوت میکنم از آقای نمیدونم اول آقای ایرج اکبری شما تشریف میارید یا اول من آقای شهیدی شعرشون آقای سیمون بلدن من آقای شهیدی تشریف بیارید شما و شعرتون رو بخونید و انشالله بعدش میریم خدمت میریم صحبت مرسیم. با سلام بایستی عرض کنم که من جز برنامه نبود که من اینجا شعر بخونم، ولی خود آقای مهندس سیمون از من خواستن که شعری رو که من 8 سال پیش تحت عنوان معمار سروده بودم و در مجله دانستنی ها 8 سال پیش چاپ شده بود، یه روز صبح آقای مهندس به من زنگ زدن صبح زود و از اینکه سلام کردم گفتن که آقا شما این شعر چیه که گفتین؟ من جا خوردم، راستش خیلی ترسیدم. بعد گفتم بله آقای مهندس دستپاچه شدم. بعد گفتم آقا از صبح تا حالا 10 نفر به من زنگ زدن تبریک گفتن این شعر رو شما از زبان حال من گفتین. و بعد من یه خورده به خودم مسلط شدم، فهمیدم که ایشون از شعر خوششون اومد. به هر تقدیر این زبان حال یک معمار یا آرشیتکت هست و بایستی عرض بکنم من جزء خوشبخت‌ترین شاگردان آقای مهندس سیمون هستم که الان در حدود 8 سال هست که هفته یکی 2 روز با هم هستیم و خیلی بهشون نزدیک هستم و این افتخار من هست و این شعر رو به ایشون که به اعتقاد من و بسیاری پدر هنر و معماری معاصر ایران هستند تقدیم کردن. حرفم شاعری است، شعر من معماری است. از زمانی که به خاطر دارم توی هر کوچه و بزن لب هر دریاچه سر هر کوی و گذر لب دریای خزر در بیابانی دور در دیاری نزدیک لب یک رود بلند بر فرازی به بلندای کوه در نشیبی به سراشیبی عمر در گذرگاه زمان در همه ملک جهان شعر گفتم غزل عشق سرودم که در آن عارف و عامی همه مشغول شوند شعر من معماری است که در آن زندگی ها جاری است همه در شعر من عشق ها ورزیدند زندگی ها کردند در حیات شعرم همه گل ها رویدند و چه دل ها که تپیدند شعر من جاوید است شعر معمار این است شعر من خانه کاهگلی است کاخی از آجر و سنگ یا که کوخی به کلوخ شعر من معماری است که در آن جان شیرین جاری هر زمانی به فراخور از من شعر زیبا میخواست روزگاری شاهی روز دیگر مسکینی و زمانی که خدا از من خواست که برایش غزل ذکر و عبادت گویم بهر او تک بیتی گفتم من نام آن مسجد بود همه در بیت او سر تعظیم فرود آوردند در حریم غزلم همه پاکی و صفا، همه دل باختند. اوسممد که خودش بنا بود، غزلی از من خواست. در دهی از ساقه، شعر بی پیرایه. بهر او هم غزلی گفتم من. کلماتش با خشت، وزن آن کاه و گل. قافیه 5 دری با ایوان،
در اتاق پشتی عشق جریان دارد، زندگی می روید. ذره ای از روحم که در آن گوشه ایوان مانده است، دم هر صبح و غروب شاهد پرواز چلچله هاست. روح من در آنجاست. حرفم شاعری است، شعر من معماری است. اهل ایرانم من، پدرم عاشق بود، عاشق پنج دری، عاشق ایوان بلند، عاشق دانه خشخاش به نان سنگک، عاشق باغچه و آبنما، عاشق پنجره‌ای که به دل وامی شد. پدرم عاشق بود، مادر من خود عشق، کف پایش در یک باغ بهشت، باید از مهر و وفاش قصه عشق نوشت. بله معمارم من، دل من از شیشه و کلامم سنگین چون سنگ است. عرصه شعر من کهکشانهای بلند، چون که عیانی آن نور خداست. جایگاه شعرم بنگر تا به کجاست. بعد از این عمر پر از شیب و فراز، از پس هر آجر پنجره و شیشه و سنگ، روح من با تو سخن میگوید. شعر من با روح است، روح من از جسمم بیرون است. شعر معمار بنا این گونه است.